در جماعت دیات لایق شیرعلی با دستگیری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکین، صاحبکاران و شریکان روش بنیاد تاکزار نو با کشیدن خط آب پالیزی ادامه دارد. در جماعت دهات کوستراش ساختمان بنای نو مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 75 با وسعت ادامه دارد. رئیس شهر پنجکین با رفت کارهای ساختمانی شناس کردیده جهت به صفت بلند و در مدت کوتاه به استفاده دادن انشاءات و مسئولان سپارش داد. با تشبث شعبه منطقوی اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی جمهوری تاجیکستان در وادی زرفشان در شهر پنجکند چورابینی علمی عملی بخشیده و اعلان سال معرفت حقوقی و 30 سالگی قبول کنستوتسی جمهوری تاجیکستان تحت عنوان معرفت حقوقی نقش کنستوتسی جمهوری تاجیکستان در رشد دولتداری ملی گزرانیده شد. در شهر پنجکند بخشیده و 30 سالگی کنستوتسی جمهوری تاجیکستان و اعلان گردیدن سال 2024 همچون سال معرفت حقوقی از جانب پرکراتور شهر و ساکنان پیوسته صحبت و واخوری ها گزرانیده می شود. بخشیده به سال معرفت حقوقی ملاقات گروه تبلیغاتی در جماعت های خرمی و وارو برگزار شد. در اساس نقشه چورابینی های شورای ولایتی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان در شهر پنجکند محفل تلویزیونی درخشندگان دایر گردید. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 با رهبری آموزگار فن جغرافیا خدای بردی و دارا درس کشاد معاصر گزرانیده شد. در زمین های کناری دهه غیزر جماعت دهات لایق شیرعلی شهر پنجکند که سال روان با دستگیری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر، صاحبکاران و کمک شریکان رشد توسط پایگاه نوی آبکشی و خط بیش از 5 کیلومتری آب پالیزی برآورده شد، حالا آماده نمودن زمین ها برای بنیاد تاکزار زمانوی ادامه دارد. ضمن بازدید رئیس شهری پنجکند عبدالخالق خالق‌زاده از این موضع اطلاع داده شد که اینجا در نوبتی اول در میدان 15 گکتار با اصول نو تاکزار بنیاد کرده می شود و حالا کارهای تخت و هموار کردن زمین، کشیدن خط آب، ساختمان حوض ذخیره آب، گذاشتن خوازه با جلب تکنیک و سهمداران ادامه دارد. باید گفت که با کشاورزان متخصصان از شهر ترسونزاده که در بنیاد تاکزار خوازوی گرفتن حاصل بلند انگور تجربه غنی دارند مصلحت خواهند. در بنای نوی مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 75 دهه کوستراش که با دستگیری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند و سهمگذاری ساکنان دهه بنیاد می شود، کارهای آرایشی دهلیز و صنفخانه ها و حجره های ماموری و یاری رسان ادامه دارد. ضمن بازدید رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالق‌زاده با فعالان و ساکنان دهه که با این کارها مشغول بودند برای اشتراک فعالانه در بنیاد تعلیمگاه اظهار سپاس نمود. از آنها درخواست کرده شد که برای در مهلت کوتاه و با صفت بلند انجام دادن کارهای باقی مانده و به قبول خوانندگان آماده کردن تعلیمگاه تلاش نمایند. باید گفت که بنای نو از دو قبط، 14 صنفخانه و حجره های ماموری و یاری رسان عبارت است. نقش کنستوسیای جمهوری تاجیکستان در رشد دولتداری ملی تحت چنین عنوان در شهر پنجکند چورابینی علمی عملی بخشیده به اعلان گردیدن سال 2024 همچون سال معرفت حقوقی و 30 سالگی قبول کنستوسیای جمهوری تاجیکستان از جانب شعبه منطقوی اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی جمهوری تاجیکستان در وادی زرفشان تشکیل و گزارانده شد که در آن رهبران مقامات حفظ حقوق و تشکیلات مؤسسه ها این چنین شماره زیادی فعالان شهر پنجکند اشتراک نمودند.
بودند. در چورابین نوتیقان در موضوع های کنستوسیا جمهوری تاجکستان دستاورد ملی دوران استقلال، کنستیتوسیا کفیل حقوق و آزادی های انسان و شهروند، مضمون و محتوای کنستیتوسیا جمهوری تاجکستان، معرفت بلند حقوقی شهروندان عامل پیشگیری کننده عمل های نامطلوب، تروریسم و اکستریمیسم خطری سرتاسری جامعه جهان و درباره قانون های ملی از قبیل قانون جمهوری تاجکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجکستان و درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک معروضه ها نمودند. در معروضه ها از جمله ذکر شد که قبول کنستیتوسیا با راهنمایی اساس گذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجکستان محترم امامعلی رحمان از طریق رای پرسی عمومی خلقی برای تاسیس و رشد نظام حقوقی مملکت، ساختار و مقامات دولتی و در محور فعالیت آنها قرار دادن انسان و حقوق و آزادی های او، منفعت های دولت و شهروندان، اینچنین بنیاد جامعه عدالت پرور اساس گذاشته، کفالت تامین آزادی، عدالت اجتماعی و برابر حقوقی جامعه نوین تاجکستان گردید. مقصد از برگزاری چورابین مذکور این بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی و تربیت شهروندان در روحیه رعایت کنستیتوسیا و سنت های معیاری حقوق جمهوری تاجکستان، تشکل حس مسئولیت شناسی و وطن دوستی، ترغیب ارزش های دموکراتی، درک نمودن یگانگی حقوق و آزادی و وظایف اساسی انسان و شهروند، بلند برداشتن مقام قانون و پیشگیری قانون ویران کنی ها عبارت می باشد. قید گردید که مز در این سند عالی حقوقی امور تاجیکستان همچون دولت صاحب اختیار، دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیوی و یگانه معین گردیده، زمینه های حقوقی بنیاد دولتداری ملی تحکیم یافته، در سالهای صاحب استقلالی کشور در راه تطبیق عملی آن قدم های استوار گذاشته شد. همچنین گفته شد که کنستیتوسیا اساسی نظام قانونگذاری مملکت بوده، در زمینه آن قانون ها و دیگر سندهای زیرقانونی قبول کرده می شوند. آن ساحه های گوناگون حیات جامعه و ساختار و فعالیت دولتی را تنظیم نموده، برای رشد استوار و با سرعت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مملکت زمینه کافی فراهم می‌آورد. اطلاع داده شد که کنستیتوسیای زمان استقلالیت از جهت نظریوی پورا به طلبات قانون آفری جهان جوابگو بوده، هر یک ماده آن با آمادگی مخصوصی کسبی و با نظرداشت اراده و آرزو و آرمان‌های تمام مردم کشورمان قبول کرده شده است. رهبری خیراتمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و تطبیق هدفمندانه معیارهای کنستیتوسیا بود که ما امروز در چنین دولت آباد و زیبا و دموکراتی و حقوق بنیاد زندگی داریم. از این رو هر یک شهروند وظیفه دار است که دستاوردهای دوران استقلالیت ملی را همچون گوهرک چشم حفظ نموده، برای باز هم آباد و زیبا گرداندن وطن خود و به نسل‌های آینده میراث گذاشتن یک ملک پیشرفته جهد و تلاش نماید. در کاخ فرهنگ شهر پنجکن در دایره نقشه چورابین ها بخشیده به 30 سالگی قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجکستان و اعلان شدن سال 2024 سال معرفت حقوقی از جانب پراکراتورای شهر در همکاری با مقامات اجرایی محلی تحت عنوان کنستیتوسیا بخنامه ملت چورابینی برگزار گردید که در آن فعالان محله‌های شهر و جماعت دهات چینار اشتراک نمودند. نطقان ضمن ملاقات با حاضرین تاریخ قبول و ورود نمودن تغییر الهه ها به کنستیتوسیا را یادآور شده، معنی و مفهوم باب و ماده های این سند عالی حقوقی را تفسیر نمودند. گفته شد که این سند عالی قانونگذاری دولت ما را کارشناسان بین المللی به قطار 5 کنستیتوسیای بهترین دولت های جهان شامل کردند و معیارهای آن با استانداردهای بین المللی جوابگو است. در آن جمهوری تاجیکستان همچون دولت اجتماعی معرفی شده، بار اول مفهوم انسان در چارچوبه قانون اساسی دولت بررسی و اعتراف گردیده، آن تمام سمت های فعالیت ساختار و نهادهای دولت و دولتداری را تنظیم نموده است. خصوصا در این واخوری باب دویم کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان که از ماده 14 تا 47 را در بر گرفته، حقوق، آزادی، وظیفه های اساسی انسان و شهروند را تنظیم میکند، به طور پورا شرح و توضیح داده شد. همچنین از حاضرین دعوت شد که رعایت تمام قانون ها را که در زمینه کنستیتوسیای جمهوری قبول کرده می شوند در فعالیت خود در اولویت قرار دهند. ذکر کردن به مورد است که بخشیده به 30 سالگی کنستیتوسیا و اعلان گردن سال 2024 همچون سال معرفت حقوقی در تمام جماعت های دهات و کارخانه مؤسسه ها سلسله ملاقات و صحبت ها برگزار می شود. دلری بازار، زرهون نعمت الله، شهر پنجکن، اخبار. تا
طبق نقشه چوربینی پروکوراتوری شهر پنجکن بخشیده از طرف پیشوای معظم ملت اعلام شدن سال 2024 سال معرفت حقوقی سلسله واخوری های نمایندگان پروکوراتوری شهر در جماعت دیهات خرمی ادامه یافت. واخوری را رئیس جماعت دیهات خرمی احمد ابراهیموف حسن افتتاح بخشیده قید کرد که در جماعت دو مسئله یعنی رفت تطبیق قانون های جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم ها و مسئولیت در تعلیم و تربیت کودک پیشکشی حاضری می گردد. اینچنین قید کرد که قبول قانون های مذکور سری وقتی بوده برای پیشرفت جامعه رول بسیار مهم می بازد. در دوام جماعت معاون پروکوراری شهر پنجکن سید علی نظرزاده اوید به نظارت رفت اجرایش این قانون ها قید ها نموده سال 2024 را اعلام نمودن سال معرفت حقوقی بسیار مهم ارزیابی نمود. اینچنین معاون پروکوراری شهر بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان در این روند آگاهی پیدا نمودن شهروندان را از حقوق شهروندی خود ضرور برای پیشرفت جامعه ارزیابی نمود. در جماعت معاون رئیس شهر مراد شکرزاده اشتراک نموده اهمیت تاریخی کنستوسی جمهوری تاجیکستان قید خواه نموده کنستوسی جمهوری تاجیکستان را کفالت تنجی و آرامی امن و ثبات در کشور ارزیابی نمود. گزارش غیب‌الله محمدیوف شوحسین صالحوف. در جماعت دیهاتی وارو ملاقات نوبتی گروه تبلیغاتی در هیئت معاون رئیس شهر پنجکن عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده پروکرور شهر پنجکن مشاور عدلیه درجه یک اسکندر رحمت‌زاده با رهبریت فعالان و ساکنان این جماعت برگزار شد. در آغاز این ملاقات معاون رئیس شهر مراد شکرزاده به حاضرین اطلاع داد که مقصد و مرام این ملاقات و صحبت ها بخشیده به سال معرفت حقوقی اعلان کردن سال 2024 از طرف پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به افتخار سیمین سالگرد کنستوسی جمهوری تاجیکستان می باشد. پروکرور شهر پنجکن مشاور عدلیه درجه یک ضمن ملاقات به ساکنان جماعت دیهات وارو اظهار داشت که ما باید در نوبت اول کنستوسی جمهوری تاجیکستان را همه طرفه آموزیم، در تطبیق آن سهم ارزنده خیش را گذاریم. ضمن سخنرانی خیش پروکرور شهر پنجکن اسکندر رحمت‌زاده درباره تاریخ قبول کنستوسی جمهوری تاجیکستان معلومات مفصل داد و از رهبریت جماعت دیهات و فعالان دعوت به عمل آورد که آنها باید برای آموزش و ترغیب کنستوسی جمهوری تاجیکستان پیوسته تدبیرهای مشخص اندیشند. در ملاقات پروکرور شهر پنجکن اسکندر رحمت‌زاده توجه حاضرین را به آموزش و اجرای قانونهای جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک و دیگر سندهای معیاری حقوقی جلب ساخت. او اظهار داشت که ما باید در پرتو دستور و سپارش های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در جریان برگزاری جشن و مراسم های خیش هیچگاه به زیاده روی راه ندهیم، قانون های عمل کننده را قطعیان رعایت نماییم. هر یک پدر و مادر و آموزگار باید در تعلیم و تربیت کودک سهم ارزنده خیش را گذارد. تمام جهد و تلاش های خیش را برای پیشگیری از روندهای شامل شوی جوانان به حزب و حرکت های تروریستی و افرادگرا بیگانه پرستی و همزمان ما باید با یک افتخاری بلند وطنی عزیزمان تاجیکستان را دوست داریم و برای وسعت کارهای آبادانی و سازندگی با استقبال 35 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان همه جهد و تلاش و امکانات های خیش را روانه سازیم. گزارش عباس همراساده و شهباز قربانوف.
در زمینه نقشه چوربینی های شورای ولایتی حرکت جمعیتی وحدت ملی و احیای تاجیکستان در شهر پنجکین محفل تلویزیونی درخشندگان برگزار گردید. در این محفل اساساً غالبان آزمون‌های جمهوری و بین المللی فنی، فروخ صبح دانایی کتاب است، علم فروغ معرفت، تاجیکستان وطن عزیز من، اینچنین گرندگان اجرارپولی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، ورزشکاران، غالبان مسابقه ها، اختراکاران، هنرمندان نوراس، اعضای سازمان خوانندگان به نام اسماعیل سومانی، اهل ضیا، نمایندگان ساخهای گوناگون شرکت ورزیدند. مورد ذکر است که در تالار طلبخانه مهر و محبت از طرف غالبان آزمون‌های جمهوریوی با توجه اشتراکچان محفل تلویزیونی درخشندگان برنامه رنگارنگ کنسرتی فراگیر موضوع‌های وطن، تاجیکستان، پیشوای ملت پیشنهاد گردید. مورد ذکر است که محفل تلویزیونی درخشندگان از طرف شورای ولایتی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان با افتخار سیمی سالگرد قبول کنستوسی جمهوری تاجیکستان، روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان بخشیده شده. ضمن بیان فکر و ملاحظه ها نمایندگان مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین، شورای شهری حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان، غالبان آزمون‌های جمهوری و بین المللی اندیشه های خیش را پیرامون رسالت تاریخی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در تحکیم پایه های دولتداری، قبول کنستوسیا، امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی، تطبیق چهار هدف استراتژی، معرفی تاجیکستان برای کشورهای جهان، یک قطار اقدام های سازنده پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان که از طرف سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان یونسکو پذیرفته شد، اندیشه و ملاحظات خیش را با تهیه‌گران این برنامه گروه ایجادی تلویزیونی ولایت سوق بیان کردند. واقعا در محفل تلویزیونی درخشندگان همه آنهایی که شرکت ورزیدند اندیشه و ملاحظات و مهارت اختراع‌کاری، هنرمندی، سرایندگی خیش را به معرض نمایش گذاشتند که این بهترین تحفه ها به مناسبت جشن های فرخنده دولت و ملت تاجیکان در ماه نوامبر سالی روان می باشد. جغرافیا علمی است که سطح زمین را می‌آموزد. با مدد جغرافیا می‌توانیم درباره سطح زمین، کوه‌ها، دریاها، مملکت‌ها و قطعه‌ها معلومات بگیریم. در مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 3 با ابتکار آموزگار جوان و لیاقتمند دلارام خدایبرزی و با خوانندگان صنف دهیو درس کشادی معاصر در موضوع اوراسیا و مملکت‌های آسیا برگزار شد. خوانندگان به دو گروه‌ها جدا شده بودند و هر یک از گروه‌هایشان معلومات دادن. نام گروه ما یکی از دریاهای کلانترین آمازونکا نام دارد. از جهت پرآبی و اندازه 17 دریای آمازونکا 718 کیلومتر کوادراتی کلانترین دریای اولر می باشد. آمازونکا در نتیجه یک شدن دریاهای مارادون و اوکالیاری با وجود آمده نام آمازونکا را گرفته است. قسم زیادی دریا تا جایگیرشوی با شاخاب رو نگری از حدود برزیل میگذرد که آن را مردم آنجا سلیمان اسم مینامند. آمازونکا بیشتر از 500 شاخاب دارد. شاخابهای کلانترینش از را اوکالیاری، مادیرا، پاتاژور و از تک ایستا یاپورا رو نگری میباشد. نام گروهمان نیل یکی از دریاهای دراستریمی جهان به شمار میرود. دریای نیل در افریقا جایگیر شده طولش به 6671 کیلومتر میرسد. مساحت حوزه دریای نیل به 2870 کیلومتر میرسد. شاخاب های کلانترین دریای نیل این نیل کبود، سوبات و غیره هم میباشد. منبع اساسی دریای نیل این از باران میباشد. در رفت درس آموزگار فن جغرافیا دلارام خدایبرزی و موضوع نو اوراسیا و مملکت های آسیا را از روی خریطه به خوانندگان شرح و ایضاح داد. اوراسیا یکی از متعلق های کلانترین
کره زمین به حساب می رود که به ساعتش 54.7 کیلومتر کوادراتی است. متری که ابروآسیا را آسانخانه طبیعت می گویند، برای آنکه بغیر از متری ابروآسیا در دیگر متری ها چنین معجزه‌های بی‌نظیر طبیعت وجود ندارد. مثال در اینجا کوهی بلندترین، کوهی چوبترین، کوهی کلانترین، دولتی کلانترین و دولتی خودترین جایگیر شده است. ابروآسیا را دو قطعه آلم تشکیل می دهد که اروپا و آسیا است. سرحد بین اروپا و آسیا را قطارگاه‌های اورال و زمین نو در جریان درس خوانندگان سکنوردها را پر نموده دانش و موقعی خود را تکمیل دادند. دارنده مدال شایسته جمهوری تاجیکستان و علاچی معارف علم جمهوری تاجیکستان مولوده بردیева پیرامون درس کوشاد موثر فکر و عقیده هایش را بیان نموده با آموزگار دلارام خدای بردیева منتداری بیان نمود. یک درس از طرف آموزگار جوان خدای بردیева دلارام گزارنده شد که خیلی درسی زمانی اصول تعلیمی نگذرانده شد. یک چیز جالبی دیگر بود که شما در موضوعی که در باره آسیای اروپا و مملکت های آسیا بود، شما توانستید با زبان 4 زبان، با زبان انگلیسی، با زبان هندی، با زبان روسی و با زبان تاجیکی بودتر در باره تاجیکستان عزیز ما معرفی کنید. در درس ها استفاده بودن چنین واسطه های ایانی برای ما خیلی مفید می باشد. من ایمان توانستم پورا از سطح الکترونی در درس استفاده برم، از خرید استفاده بودم. در اینجا کسبورت ها ترتیب دادم، در اینجا در آلم گیوگرافیا نشان داده شده است که شما پورا توانستیدم همین چیزها رو نشان داده و کسبورت رو پورا پر کرده توانستیدم. من ایمان از بس که جوان هستم، من ایمان نباور هستم و کوشش دارم که هر یک درسشون با چنین اصول های تعلیمی نو با ایونت های تجهیزانیده شده گذارنده شود. البته در این درس من پورا همین چیز رو مشاهده کردم. من ایمان برای شما در جاده ایجادی و پیشبرد کاری تعلیم و تربیت در سایه آموزگاری موفقیت را تمنا میکنم. بگذار یکی از آموزگاران بهتری شده بهر فرزندان خلق صافدینانه خدمت کنید، چون شاگردان این مامانی جوان ها اینا آینده ملت می باشند. از جوان ها احترامان خواهش می کنم که زیرکی سیاسی را از دست ندهتون و پیروی سرور دولت پرزیدنت کشور تشکیل و برگزاری درس موثر برای بلند برداشتن ملکه خوانندگان در سمت آموزش فن جغرافیا اهمیت بسا کلان داشت و تکمیل چنین درس ها در آینده امکان می دهد که شوق و ذوق خوانندگان با آموزش قطعه های عالم بهتر خواهد شد. گزارش دلشاد حلیمه و شهباز قربانوف از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3.